سلام حضرت باران، سلام جان نفسهایم و سلام ای سرخوشی روزگاران تنهایی. آمدم بر در خانه‌ات تا دستهایم را دخیلی کنم بر آستانت. آمدم تا خودم را فراموش نکنم، حضرت زلال خلقت، آمدم تا مرا رها کنی از جهانی که این گونه مرا ز تو جدا کرده. آمدم تا مرا رها کنی از جهانی که این گونه مرا ز تو جدا کرده. آمدم تا آبرویی باشی بر چهره زغالندود نوکر. محبوب من، فرصت کم است و من عاشق عجول. بازار خرید نوکرها داغ است و من سیاه جا مانده. نکند در شلوغی بازار گم کنم، فراموش کنم هدف را و نهایت را. ای چهار ستون هدایت، چشمانم را طمع دریده و عقلم را جهل گم کرده است. گم شدم در این بلهوت لا یزال گمراهی. دلم گرم بود به برکه اربعینت که زلالم کند، ولی افسوس و دریغ که نشد. از بیعتی که هر سال کنار ذریحت فریادش می کردم جا ماندم. ای مظهر ذکر خدا برای آرامش قلب مضطرین، یا ابا عبدالله، کجاست شوق پرواز به سمت و سوی شما؟ کجاست پر پروازم برای کوچیدن؟ من اینجا چه می کنم؟ در این فصل عاشقی، در این اوج دلواپسی، پایم را زنجیر کردند و بالم را چیدند. شانه هایم را شکستند و قلبم را نیز هم. گفتند نروید که اربابتان نطلبیده، گفتند بمانید که رفتن را نیازی نیست. فریاد زدیم که اربابمان تنها بود و مردمانی چون شما در هزار و اندی سال پیش او را وداع گفتند. برای همین بهانه ها، اما مهر داغ و مهری سنگین بر لبهای من کوبیدند. ای تکیه گاه خائفین، این بار از دل می خوانمت و نوای قلب من را به دست پرچمی می سپاریم که نور چشمانت مهدی حافظ آن است. می خوانیم که دعا کنید در حق من، در حق یتیمانی که رها شده اند در مرداب آخر الزمان. دعا کنید که جانمان را سارق انتظار با خود به یغما برد. دعا کنید تا نفقت اربعین در کرانه دولت کریمه فرزندتان سپری باشیم و دعا کنید که بیایند و قدم نهند بر جسم و روحمان. و تو را هر شب می‌خوانم. سلام آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و تسلیت به ساحت مقدس امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم هر کجا هستید دلتون شاد باشه از جهت اینکه محبت اهل بیت در دلتون دارین، هرچند این ایام به خاطر شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها دلمون غمگین و عزادار است، همراه با ولی امرمان وجود نازنین حضرت بقیت الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و محزون اول مظلوم عالم امیر مؤمنان علی علیه السلام. برنامه دخیل هفتمون رو تقدیم شما خوبان میکنیم و امیدواریم که صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها ما رو در مصیبتشون شریک و در تعظیم شعائرشون پر رزق بفرمایید. عجب روزی بود، روزی که از دنیا بریدم، عجب روزی بود، چرا نمیگی؟ عجب روزی بود، تو خونه نامردا رو دیدم، عجب روزی بود، عبام رو تنت کشیدم، عبام رو بدون تو میمیره نرو، علی بدون تو میمیره نرو، خونه بدون تو دلگیره نرو، حسین بهونه تو میگیره نرو، علی بدون تو میمیره نرو، علی بدون تو میمیره نرو. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه دخیل که در شبهای جمعه حوالی ساعت 7 به عشق همراهی شما بینندگان با محوریت مخاطبانش تقدیم شما میشه و انشاءالله دقایقی رو با یک موضوع خیلی خاص تحت عنوان انفاق فعلا داریم مسیر رو با هم جلو میریم و صحبت میکنیم، بلکه یک فرهنگی بین ما حاصل بشود که در مسیر اهل بیت از جان و بلکه بالاتر از مال و آبرومون حتی بگذریم. کما اینکه بزرگ دینی ما
وجود نازنین و مبارک آقا سید الشهدا علیه السلام از همه زندگیش، فرزندانش، خواهر و برادرش برای رساندن پیام خداوند متعال گذشت کرد و حتی پای رساندن پیام خداوند آبروی خیش رو هم به میان گذاشت. پس ما اگر روزی برای امام حسین علیه السلام از آبرومون هم مایه بگذاریم، خیلی کار خاصی نکردیم، چون کس دیگری در یک شرایط خاص‌تر و ویژه‌ای این کار رو انجام داده و به تعبیر امروزی سکه رو به نام خودش مهر کرده. اما آنچه برای ما مسلمه که ما هم در حد وسعمون و توانمون بایستی از او الگو بگیریم و زندگی رو برای خودمون به زیباترین نحوه ممکنه رقم بزنیم. کسی که اهل انفاق میشه دو تا بهره میبره، یک راهی رو برای نجات خودش و یا راه رو برای کس دیگری هموار میکنه. در وادی مثلا کمک کردن و انفاق به دیگران اگر در نظر بگیرید، شما راهی رو فراهم میکنید که دوستت، فامیلت یا یک فرد غریبه‌ای که به شما رو انداخته برای مشکلش، راهی رو برای او باز میکنید که از اون مخمصه مالی مثلا نجات پیدا بکنه. از آنجایی که شما در مسیر حق یک عملی رو انجام دادید و حرکت داشتید، خداوند متعال هم یک راه برای شما برای نجات از یک سری مشکلات و سختی ها آغاز میکنه و باز میکنه. پس کسی که اهل انفاقه داره هم گلوگاهی برای خودش فراهم میکنه، هم برای نفر دیگر. اینی که ما میگیم بحث انفاق عام المنفعه است، از این جهت گره از کار یک نفر دیگه باز میکنه و گره از کار خودش، ولو اینکه الان گرهی نداره و در جای دیگری است. حالا این انفاق مصداقهایی مانند صدقه رو هم شامل میشه، چون شما با صدقه دادن خدمت شما عرضم هم برای خودتون یک محل و ملجئی رو پیدا میکنید که اگر امروز به کار شما نمیاد، فردا روزی به کار شما خواهد آمد و شما رو نجات خواهد داد، و در حال حاضر برای کسی دیگری مسیر و معبر و محل فراری ایجاد میکنه. این معنای لغوی انفاق، و خدمت شما عارضم که معبری برای استفاده خود و دیگری. بریم برگردیم، فکر کنم خیلی زود ولی با مهمان عزیزمون همراه بشیم. هیچ کسی که درمون کنه دردامو، که شونه کنه سرم رو بذارم رو پاش خوده، دیگه چی باورم نیست که ما هستیم اما مادرم نیست، باورم نیست که ما هستیم اما مادرم، سرم هست و سایه سرم نیست مادرم نیست، باورم نیست که ما هستیم اما مادرم، نمیخوای بگی باورم که ما هستیم اما مادرم نیست، سرم هست و سایه سرم نیست مادرم نیست، مادرم زیر خاک و دل من بیقراره، بگو دل من آری کلا، خونمون در و دیوار برامون یادگاره، مادرم زیر خاک و دل من، من بیقراره، خونمون در و دیوار
برامون یاد دیگه هیچ کسی نیست که درمون کنه دردامو که شوله کنه سرم رو بذارم رو پاش خودش پاک کنه. خیلی خوش آمدید. عذرخواهی میکنم، قرار داشتیم که با کارشناس محترم همراه بشیم ولی کماکان ارتباط تلفنی ما هنوز با ایشان برقرار نشده. من دلم میخواد پیرامون فاطمه زهرا سلام الله علیها و الگو گرفتن از زندگی ایشون در این دقایق یک صحبتی رو با هم داشته باشیم و انشاءالله هر زمان دیدیم که ارتباطمون برقراره با جناب آقای فهد حجت الاسلام شیخ مهدی فهد همراه خواهیم شد و موضوع انفاق رو انشاءالله با هم گفتمان خواهیم کرد. و اما آنچه را که ما نیاز داریم در زندگی برای پیشبرد اهداف و دریافت آموزه‌های دینی توی همه امور امروزه خاصتاً، شما نگاه کنید توی دانشگاه استاد راهنما می‌خوای، در مسیر برنامه‌های موفقیت یک راهنما نیاز داری و کسی که به شما کمک بکنه مسیر رو درست جلو بری. پس الگو گرفتن و داشتن یک اسوه در زندگی های ما خیلی هم زیبا و ستودنی است، کما اینکه به ما هم سفارش شده که از وجود نازنین آقا رسول الله به عنوان اسوه حسنه و یا در کلام امام معصوم مادرشون فاطمه زهرا رو برای خودشون بهترین اسوه و الگو انتخاب کردن. به همین سبب ما هم میبایستی دنبال بهترین ها باشیم برای زندگیمون و الگوهای خوب رو از آن خودمون کنیم. به زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی نگاه میکنی و نظر میاندازی میبینی تمام اون مکارم اخلاق و اون صفات ستودنی که خداوند چه در قرآن یا در احادیث قدسی و یا در کلام پدر بزرگوارشون آقا رسول الله آمده رو ایشان در زندگی نهادینه کرده است، تا جایی جلو رفته است و جایگاه ویژه‌ای برای خود پیدا کرده که امام عسکری صلوات الله علیه می‌فرمایند ما بر مردم حجتیم و مادرمون فاطمه بر ما اهل بیت حجتند. از این جمله چند برداشت مختلف میشه کرد. یکی اینکه اولا یک زن میتواند تا کجا بالا برود که اینقدر قرب و مقام خاص پیدا بکنه. حالا استثناء بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها از همه حیث های زندگانی زمینی، چه از باب تولدشان چه از باب مقامات عبادتی و جایگاه ویژه‌ای که نزد رسول خدا و دیگران دارن، اونها رو ما در نظر داریم و باورمون بر اینه که به اونها خیلی سخت یا اصلا دست نیافتنی خواهد بود، این رو شک نداریم. ولی برای اون عرب جاهلیت زمانی که سعی میکرد دخترانش رو زنده به گور بکنه، این مقامات بسیار مسائل والا و بالایی رو همراه خودش داشت که آقا این زنی که تو داری در سن طفولیت مثلا زنده به گورش میکنی و در خاک قرار میدی، خدا بنا دارد مقام ویژه‌ای رو به او بده. امروز مادران و خواهران و همسران ما هم باید به این مطلب واقف باشند. قرار نیست حالا چون مؤنث هستند به نحوه دیگری عمل بکنند. می توانند با مادری، با همسری و حتی دختر خوب بودن برای یک پدر حکم زینت رو برقرار بکنند و جایگاه خاص خودشون رو پیدا بکنند. متاسفانه یک حرف ختم کلام فکر کنم بتونیم با کارشناس همراه بشیم. ما در یک نگاه اجمالی به جهان پیرامونیمون می بینیم که زنان و مردانی که با این خانم ها و زن ها در ارتباطن نگاه نامناسبی رو نسبت به این موجود خلق شده توسط خداوند دارن، در حالی که او آمده است تا عالمی رو تغییر دهد.
اون مادر میتوانه فرزند خوبی رو تربیت بکنه و به جامعه تحویل بده و بعد اون جامعه مثلا مهدوی بشود و مقوله انتظار محقق بشه و بعد ظهور انشاءالله. این همسر با تمام ویژگی های ایدئالی که در آموزه های ما آمده است میتواند کانون یک خانواده، مرد موفق و فرزندان خوبی رو به جامعه تحویل بده. دختران ما در جامعه میتونند به نحوی حاضر بشوند که فساد رو ریشه‌کن کنند و خیلی دلایل. همین موجودی که بعضی ها متاسفانه خاصتا در جهان غرب بیشتر و دامنگیر خیلی از ماها هم شده به عنوان یک ابزار با این زن برخورد میکنند رو اگر وارد بر مقوله دین بشویم ابزاری بودن زن تغییر میکنه و تعریف دیگری داره. خیلی حالا صحبتهای من بیشتر برای فضای الگوبرداری بود ولی موضوع اصلی برنامه ما با جناب آقای فهد پیرامون انفاق هست و قطعا شما هم لذت میبرین که در این حیطه موضوعی گفتگو بکنیم. اگر اتاق فرمان صلاح میدونند فاصله بگیریم و الا ارتباطمون رو با جناب آقای فهد برقرار کنید. خب یه فاصله بگیریم برگردیم و بعد با کارشناسمون همراه بشیم. شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام با هدف ترویج و نشر فرهنگ غنی تشیع به جهانیان و حفظ بنیان خانواده با بهره گیری از آموزه‌های دینی و ارتباط قلبی و معنوی با مقام والای علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، با همت و همیاری جمعی از شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قدم در این عرصه حساس و تأثیرگذار گذاشته است. لذا از آن سو که این شبکه وابسته به هیچ شخص، نهاد، سازمان و یا ارگانی نمی باشد، برای هرچه بهتر شدن و پیشرفت روزافزون در ارائه صحیح ترین، بهترین و تأثیرگذارترین برنامه ها نیاز به مشارکت جمیع شیعیان در این مهم می باشد. شما می توانید با در نظر گرفتن مبلغی به صورت ماهیانه یاری رسان ما در اشاعه نور اهل بیت علیهم السلام به سراسر دنیا باشید و در قرعه کشی اهداء کمک هزینه سفر به کربلا مقدسه، اهداء هزینه سفر به مشهد مقدس و اهداء پرچم گنبد حرم حضرت عباس علیه السلام به صورت امانت با ارسال عبارت دخیل یا ابوالفضل به سامانه پیامکی 1990-164-76-86 و یا از طریق واتساپ به شماره 0990-164-76-86 شرکت داده شد. مجددا عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان که با ما همراه بودید و خاصه اونهایی که الان با ما همراه شدند و برنامه دخیل رو از شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام میبینند. اجازه بدید ارتباطمون برقرار با کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام شیخ مهدی فهد که به محضرشون سلام و عرض ارادت دارم. آقا سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. ارادتمندم جناب آقای موسوی عزیز. به محضر شما عرض تسلیت دارم ایام شهادت بی بی دوالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و ممنونم که باز دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه خودتون ولو به سبک تلفنی حاضر شدید. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام. بنده هم تسلیت عرض میکنم شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز رو و انشاءالله امیدوارم ما و همگی
شیعیان امیرالمؤمنین جزء عزاداران واقعی اون حضرت قرار گرفته باشیم. خدا خیرتون بده. ممنونم. فکر میکنم یه قدری اگر گیرنده شما روشن باشه بایستی بگید که صداش رو کمتر بکنن. خب با موضوع انفاق در هفته های گذشته صحبت کردیم. فکر میکنم اگر که شما هم صلاح بدونید با توجه به اینکه در ایام فاطمیه به روایت 75 روز قرار داریم، حالا هرچند روزهای پس از شهادت هست، و من یک مقدمه ای رو چیدم در پارت قبلی که ما میبایستی از وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو بگیریم در زندگی روزمرمون، حالا تو موضوعات مختلف و خاصتا خواهران ما قدر خودشون رو بیشتر بدونن با توجه به جایگاهی که وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک خانم و یک بانو در کل عالم برای خودشون رقم زدن. ما همون موضوع انفاق رو اگر صلاح میدونید با الگو برداری از صدیقه طاهر با هم صحبت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه، رب یسر ولا تعسر. عرضم به خدمت شما و بینندگان محترم جناب آقای موسوی عزیز، آنچه که امروز میخوام خدمت شما عرض بکنم و امشب در برنامه بسیار خوب و زیبای دخیل میخوام خدمت شما عرض بکنم که انشاءالله همگی ما دخیل به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام باشیم. الهی آمین. آیه ای از آیات قرآن کریم و قرآن مجید هست. این آیه در سوره آل عمران عرضم به خدمت شما که آمده آیه 92. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. خداوند کریم در قرآن مجید میفرمان که خیلی عجیبه آقای موسوی، یه نفی رو میاره خدا در ابتدای آیه، لن نفیه، هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید الا، یه الا داره، یه استثناء داره، یه حالت تأکیدی بیشتری خدا خواستن با اون لن نفی بیارند. یعنی حالا میرسیم عرض میکنم خدمتون که نتیجه اینه، اگر که خواستی به اون نیکوکاری و به اون کار خیر برسی باید این کار رو انجام بدی تا به اون نیکوکاری برسی. اون چیه؟ از آن چه دوست داری انفاق بکنی، حتی تنفقو مما تحبون. این حتی را آقایون می فرمان حتی قایته، یعنی شما از اون کار خیر و کار نیک بهره‌ای نخواهی برد و به آن نخواهی رسید تا آنجایی که از آن چیزی که دوست داری انفاق بکنی. این که انفاق یک معنای عامه آقای موسوی به معنای بخشیدن و واگذار کردن چیزی به دیگران، حالا این معنای عام میتواند در راه خیر باشد، میتواند در راه شر باشد. من به عنوان مثال میتونم به شما بگم که شما الان در رسانه مشغول خدمت هستید به نام رسانه بتون عباس، که این رسانه قرار کلمات زیبای اهل بیت رو به مردم دنیا و جهان برسونه. دقیقاً 180 درجه برعکسش بکنید، رسانه هایی هستن که فساد و زلال و گمراهی رو دارن نشر میدن. خب اینها آدم هایی دارن، افرادی دارن، تیم هایی هستن پشت پرده اینها رو دارن حمایت میکنن، پول به اینها میدن، امکانات به اینها میدن، اونا هم دارن انفاق میکنن از پولشون، از امکاناتشون، اما در راه باطل. اون چه که میخوام امشب خدمت شما عرض بکنم یک داستان و یک جریانی است از صدیقه طاهر فاطمی زهرا سلام الله علیها، بسیار عالی، مصداق اتم و اکمل این آیه قرآن مجید میشه.
چرا که واقعا اگر ما بتونیم اهل بیت علیهم السلام رو سر لوحه خودمون قرار بدیم، این کاری رو که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادن باید انجام بدیم. و این خیلی حالا جالب و شنیدنیه که چقدر برکت داره کار ائمه. روایت داره روزی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودن، مردی اعرابی که خیلی خلاصه سر و وضع نابسامانی داشت وارد در مسجد شد و سلام کرد خدمت آقا رسول الله، عرضه حال کرد که یا رسول الله گرسنه ام، سیرم کن، لباسی ندارم، لباسم به پوشان و بدهکارم و قرض دارم و قرضم رو ادا کن. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به این اعرابی فرمودن من الان چیزی ندارم ولی چشم. دستور دادن به بلال که یا بلال این مرد اعرابی رو ببر در منزل فاطمه زهرا سلام الله علیها و بذار عرض حال بکنه به حضرت زهرا و بگو که پدر فرستاده این اعرابی رو. بلال دست این اعرابی رو گرفت و آمد در به خانه حضرت زهرا و در زدن و عرضه حال کرد این پیرمرد اعرابی. روایت داره حضرت زهرا نگاه کردن در منزل، دیدن چیزی ندارن که به این اعرابی بدن عجب. الا یک چیز که این خیلی هم براشون گرانبها بوده، ارزش داشته حتما. یک گردنبندی داشتن بی بی فاطمه زهرا که این گردنبند از دختر عمار یاسر بهشون رسیده بود، بهشون هدیه شده بود و مال خودشون بود، ملک خودشون بود. این گردنبند از گردن باز کردن و دادن به بلال که به این مرد اعرابی بده. مرد اعرابی خوشحال شد و برگشت مسجد و به آقا رسول الله عرضه حال کرد که رفتم در به منزل دختر شما و این گردنبند رو به من عرضم به خدمت شما که بخشیدم. آقا رسول الله فرمودن هر کسی این گردنبند رو از این اعرابی بخره من ضمانت بهشت میکنم براش. الله اکبر. در اینجا روایت میگه که عمار یاسر بلند شد گفت آقا من این گردنبند رو از این اعرابی میخرم. اعرابی رو برد منزل خودش، لباس بهش پوشاند، غذا بهش داد، سیر شد و دو برابر آن چرا که قرض داشت بهش داد و اعرابی رو روانه کرد رفت. او به حاجت خودش رسید به تعبیر. بله به حاجت خودش رسید و رفت. ادامه یه روایت خیلی زیباست. عمار یاسر این گردنبند رو معطرش کرد، در یک برد یمانی خیلی خوب قرارش داد، داد به غلامی که داشت و گفت یا غلام تو رو با این گردنبند بخشیدم به آقا رسول الله. غلام آمد خدمت آقا رسول الله و عرضه حال کرد که یا رسول الله عمار یاسر من رو فرستاده و این گردنبند رو با من بخشیده به شما. حضرت فرمودن منم تو رو با این گردنبند بخشیدم به دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها. به به چه برکت. ادامه روایت میگه که این غلام آمد در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، در زد و عرضه حال کرد که قصه از این قرار شد و پدر شما الان من رو با این گردنبند به شما بخشیده. چقدر عالی. بی بی فاطمه زهرا گردنبند رو گرفتن و فرمودن منم تو رو در راه خدا آزاد کردم. اینجا روایت میگه غلام گفت عجب گردنبند با برکتی، گرسنه ای رو سیر کرد، اوریانی را پوشوند و بنده ای را آزاد کرد. به به. این که عرض کردم در قصه اون آیه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما آقای موسوی انفاق که میخوای بکنی از آن چیزی که دوستش داری انفاق بکن، اون وقت خدا ببین چجوری عوض میده در مقابل اون چیزی که شما انفاق میکنی و میبخشی. واقعش ما خیلی سخت برامون، حالا خانم ها نسبت به اون طلا و جواهراتی که دارن در راه اهل بیت خرجش بکنن و انفاق بکنن،
یا آقایون نسبت به اون مال و تجاره و ثروتی که دارن در راه خدا انفاق بکنن. اما آیه قرآن میگه اگه دوست داری انفاقت محقق بشه، از آن چیزی که دوستش داری انفاق بکن، نه از آن چیزی که ازش سیر شدی یا دیگه نیازش نداری اون وقت انفاقش بکن. خیلی نکته مهمی ها. ما وقتی یه چیزی رو دوست داریم بهش دل بستیم، بایستی ازش دل بکنیم، وگرنه به فرمایش شما اون چیزی رو که دیگه نمیخوایم بدیم بیرون هنر نکردیم. مثل آدمی که در اوج توانمندی است، حالا یه سناری هم کمک بکنه، حرکتی نکرده، ولی تو اوج خالی بودن دست. حالا توصیه بزرگانم به همینه که شما هر وقت تازه دستت خالی میشه، برو به فقیرتر از خودت کمک کن تا آثار و برکت این انفاق رو در زندگی خودت ببینی و حالا اون راههایی که من در مقدمه‌ام عرض کردم باز بشه و گلوگاه‌ها برای تو فراهم بشه، به خاطر اینکه فرار کنی از این موقعیت سختی که داری. این که دقیقاً آیه این رو میخواد بگه آقای موسوی که شما هر وقت گرفتار شدی از آن چیزهایی که خودت نسبت بهش علاقه داری و خودت فکر میکنی نسبت بهش احتیاج داری از اونها انفاق بکن، خدا در عوضش 100 برابر و 1000 برابرش رو به تو برمیگردونه و میفهمه که تو دلبسته به این اموال نیستی. مشکل اینجاست که ما همیشه دلبستگی داریم. من خودم عرض میکنم و این دلبستگیه که کارو خراب میکنه. من در خدمت شما هستم جناب آقای موسوی عزیز. خدا خیرتون بده انشالله که الگو بگیریم از وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها و بفهمیم این حالا یک داستان بود که عملا به من و شما میرسوند و ثابت کرد که اگر شما یک گندم بکارید خوشه ای از اون بیرون میاد که بین 70 تا 100 تا دانه در اون خوشه گندم نهفته شده است و کار خیر شما اگر یک چیز باشه بین 70 تا 100 برابر به قول معروف خروجی و بازدهی میده که آثار همون یک دونه هم همینجور تکثیر میشه. و خیلی وقتها دوستانی که زرنگن در قاطبه تشیع و شیعه کاری رو انجام میدن، انفاقی رو انجام میدن که عام المنفعه باشه و به تبع هر کسی که از این انفاق بهره ای میبره ثوابی از او به انفاق کننده هم میرسه. خیلی ممنونم جناب آقای فهد از اینکه باز وقت گذاشتید و با ما همراه شدید. بهترین ها رو برای شما خواست دارم. یا علی مدد، قربان شما، خدا حافظ شما. خیلی متشکرم. از شما بینندگانم کمال تشکر رو دارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. طبق عرف یک میان برنامه تقدیم شما بکنم، برگردم پای ذریح نمادین برنامه‌مون و تعدادی از پیام‌های شما رو در این ایام عزیز بخوانم. شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام به پاس تشکر و قدردانی از همیاری مالی کسانی که ماهیانه با مبلغ 100 دلار ما را در تأمین هزینه‌های فرکانس شبکه یاری می‌کنند، ثواب پخش یک روز از برنامه‌های شبکه را به نام یک نفر از اموات شما اهدا می‌کند. عزیزانی که قصد شرکت در این طرح را دارند می‌توانند عبارت هدیه بهشتی را به سامانه 1990-164-7686 و یا واتساپ به شماره 0990-164-7686 ارسال نمایید. قبول باشه عرض ارادت هاتون و امیدوارم که سلامت و تندرست باشید توی این ایام. توفیق اقامه عزا برای صدیقه طاهره و خوشنود ساختن دل فرزندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نصیب همگان بشود. اجازه بدید من به رسم ادب از یکایک شما بینندگان محترم که با برنامه دخیل همراه شدید و در برنامه قبلی هم دعوت من رو به همراهی و همیاری پذیرفتید و خب
مبالغی رو بابت اون دوربینی که ارائه کردیم و گفتیم خریداری شده و دوست داریم همه مردم در ثواب داشتن یک همچین حرکتی شریک باشن. تعدادی از دوستان زحمت کشیدن مبالغی رو واریز کردن، البته کل مبلغ تأمین نشده، علی‌رغم اینکه هنوز دو تا دوربین دیگه هم نیاز، سه تا سپایه هم هنوز نیاز تا این بخشی از امکانات مورد نظر و مطلوب ما فراهم بشه. ولی خب به هر حال اون تعدادی که نیتی کردند و با ما همراه شدند رو بنده حقیر به نوبه خودم تشکر میکنم و امیدوارم که خدا وسعت رزق و توانایی بیشتر در مسیر اهل بیت عنایت بکنه. و اما پیام های شما که از طریق این راه ارتباطی که همکنون هم برای شما داره زیرنویس میشه با ما در میان میگذارید. درگیرم این ایام با سوداهای رفتن، شوق دویدنها و اماهای رفتن، از صبح تا شب در خیالات رسیدن، شب تا سحر مدهوش از رؤیای رفتن. ماندن نه، اصلا اسم ماندن را نیاور، ماندن چرا وقتی پرم از پای رفتن. تنها دلیل بودن یک رود است، فانی شدن در موج در دریای رفتن. دل نباید کرد، باید زد به جاده، همراه باید گشت با قوقای رفتن. آغوش گرمش کار خود را کرد آخر، آتش گرفت جانم از گرمای رفتن. بیننده عزیزم با شماره 913-2382 التماس دعا گفتن و این مقطع شعری رو فرستادن و گفتن که ارباب جان بطلب. بیننده دیگری با 913 با شماره 2095 گفتن که سلام آقا، من در زندگیم خیلی تنها شدم، تمام درها بسته شده، اونقدر پاک نیستم اما اونقدر هم بد نیستم که به حال خودم رهام کنید، راهی برام باز کنید تا دوباره مثل قبل نوکری شما رو انجام بدم. انشاءالله خدا توفیقاتمون رو بیشتر کنه که در مسیر اهل بیت باشیم و عنایات ایشان هم نصیب ما بشود انشاءالله. 915 و چهار شماره آخر 3244 سلام، اللهم اشفه کل مریض، التماس دعا، نیاز به دعای همتون داریم. دعا بفرمایید، مریض بدحال در کما رفته داریم، انشالله به برکت امام زمان و دعاهای شما مردم همه بیماران، خاصتا عزیزانی که توی این ایام و توی این شرایط روی تخت بیمارستان ها هستن و نگاهشون به دعاهای شما محبین آلالله. دوست دیگری حالا از خانم ها یا آقایان، از داراب فرجی یا خانم فرجی فرمودند که السلام علیک یا ابا عبدالله، کمک کن که کل نمراتم خوب بشه، نمره های خوب بگیرم، همیشه سالم و تندرست باشه پدر و مادرم و سایهشون بر سرم باشه و همه مریض ها رو هم شفا بده. الهی آمید، انشاءالله که محقق میشه و به آرزوی قلبتون میرسید. التماس دعا گفتند بیننده عزیزم از کشور افغانستان، گفتند که ما به جز خدا و پدرمون دیگه هیچ کسی رو نداریم، لطفاً التماس دعا و برای ما هم دعا بکنید. با عرض سلام خدمت زحمتکشان شبکه بیت العباس، ممنون از زحماتتون، خدا خیرتون بده. 50,000 تومان نذر رؤیا کردم که گفتند سرطان داره، عمل کردن داره، شیمی درمانی میخواد. الحمدلله بهتر هست ولی باید مرتب شیمی درمانی بشه. التماس دعای مخصوص دارم، از مردم بخواید که براش دعا بکنند. انشاءالله فاطمه خانم یا در پرانتز نوشتن
رؤیا علی پناه به زودی زود سلامتی کاملشون رو به دست میارن و حال مساعد و انشالله اون هم مردا خواهند گفت. سلام، میخوام مزاحم شدم، بابام حالش بده، بیمارستان بستری شده، اگر امکانش هست در بین الحرمین براش دعا کنین. اسمش مجید حاج سید حسینی است. جناب آقای حاج سید حسینی انشاءالله که خدا عنایت میکنه و شما از بستر بیماری جدا میشوید. الهی آمین. من نوریه محمدی هستم، از افغانستان. یک پدر بیمار دارم که 6 سال در زندان بوده و تازه آزاد شده. خیلی کم حوصله است و قرص میخوره. شما میخوام دعاش کنید تا حوصلهش و اخلاقش برگرده و بیماری نجات پیدا بکنه. انشاءالله آقای محمدی رو هم خدا عنایت میکنه به برکت محمد و آل محمد. بیننده محترم با شماره 903-3096 چهار شماره آخرشون گفتن، از سلام علیکه یا ابوالفضل عباس. سلام، خسته نباشید دوستان خوب در شبکه بیت العباس علیه السلام. التماس دعا دارم و برنامه دخیل ممنونم از طرف خانم نسترن کفیلی. انشاءالله که خدا خیرتون بده و به حاجتهای قلبیتون برسید. خب فرصتمون کمه و اجازه بدید یک پارت کوتاه تقدیم شما بکنیم، برگردیم و از همتون خداحافظی. گل ارغوانم، یار قد کمانم، بی تو بی نشانم. گل ارغوانم، یار قد کمانم، بی تو بی نشانم. ای تمام هستم، من ز پا نشستم، می روی ز دستم. ای تمام هستم، من ز پا نشستم، می روی ز دستم، می روی ز دستم. ای کشتی بشکستم پهلو گرفتی، کشتی مرا از بس که از من رو گرفتی، کشتی مرا از بس که از من رو گرفتی. زهرای من، زهرای من، خدا نگهدار. زهرای من، زهرای من، خدا نگهدار. زهرای من، زهرای من، خدا نگهدار. ای گل پیامبر، در کنار بستر بنشست حیدر. ای گل پیامبر، در کنار بستر بنشست حیدر. ای بنفش رویت باشد آرزویت، با تو گفت و گویم. ای بنفش رویت باشد آرزویم، با تو گفت و گویم.
با تو گفتگویم. بر من اگر نظاره هم نمی کنی تو، دیگر چرا اشاره هم نمی کنی تو، دیگر چرا اشاره هم نمی کنی تو. شام تارم بی تو کس ندارم، بی تو بی قرارم. شام شام تارم بی تو کس ندارم، بی تو بی قرارم. گفتمت شبانه می روی ز خانه، از چه بی نشانه. گفتمت شبانه می روی ز خانه، از چه بی نشانه، از چه بی نشانه. ای یار بیمار علی خدا نگهدار، تنها طرفدار علی خدا نگهدار، تنها طرفدار علی خدا نگهدار. سیال زفرات محبوس خیلی ممنون و متشکرم که تا این لحظه با ما بودید، سپاس. و امیدوارم که خونه هاتون خالی از بیماری و حاجت هاتون روا شده و انشاءالله در مسیر اهل بیت از مال و جان و آبروتون خرج بفرمایید. ما رو از اینکه در شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام دنبال و مرورگر هستید کمال تشکر رو دارم. برنامه ها رو بعد از دو بازپخش که ساعت 11 و 15 دقیقه و ساعت 7 شب یعنی ساعت 19 روز بعد یعنی روز جمعه اگر نتوانستید ببینید و دنبال بکنید، در صفحه رسمی ما در آپارات و یوتیوب بارگذاری می شود، می توانید اونجا ببینید، با ما همراه باشید. نظرات و پیشنهاداتتون مایه قوت و زیباتر شدن این برنامه با فضایی که خدمت شما داره ارائه میشه.
براتون بهترین ها رو از خداوند متعال خواستارم و امیدوارم هر کجا هستین تندرست و سلامت باشید. تا یک دیدار دیگه، یا علی مدد. علی عزیز ان ار الخلق و لا ترا و لا اسم و لک عزیزم و لا مجمع یا ابن الحسن.